به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و درود بر شما بینندگان عزیز و گرامی. تحلیل امروزای ما چنین عنوان دارد: رحمانوف، پرزیدنتی رستم در گروی اوراسیا یا یورازیا. ولی موجرو فیلمی سومات گرفتیم. ولی جنگل پری ادام اینم جنگل هم مدام اینم دو از دست غریبی بخدا همه هم که شوفیرو میگذارن کن میرد اگر دستیسن کن همه هش خاندیده سی هم بخدا هم که ایزای کشیدون او دا میگذاشتگیش خاندیده سی. بله بیننده عزیز و گرامی، محض رحمانوف و محض منفعت های خانوادگی وی باعث شده است که امروزها شرایط کار و زندگی برای مهاجران کاری تاجیک در روسیه به جهنم بدل شود. این افهمه شما ترس گلاونی ماسکا برو مده مچو اینا اکی سین کاب زنان چی؟ بخدان اینا که همه خونم برای توجیکو باشه نگیر مو چی گناه کردیم گو؟ هم بریم همون تو جیکسون بریم بانده نولا برای سب بسوی میدونم رفت کرم یه همه رفتا نکو پوس هم پدامتو کشون کنم رحن یک نیست کنم. امیدها بر این بود که با آمدن سرگئی لاوراف وزیر خارجه روسیه به دوشنبه مشکلات پیش آمده میان پوتین و رحمانوف برطرف می شود. 6 июня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. В ходе встречи стороны рассмотрели нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и России в рамках стратегического партнерства двух государств. Амма мутасифона хам чунон мебинем таъқиб ва таъхири муҳоҷирони кори таҷик боздошту истирдоди онҳо аз Русия ба ватан баъди сафари Сергея Лавров ба Душанбе бештар ва бадтар шуд. اینا سانک پیتربورگ و دیگه جو بود حوزی سانک پیتربورگ در جده این همیو بسر ما اومده گیم. اینجا سانک پیتربورگ است که هنوز فشار و اذیت مهاجرانی دامه دارد. صدها مهاجر بازداشت شده است و پلیس سخنون و مکان خوابی مهاجران رو تفتیش میکند. از سانیش درد رومانه گیم ناکت کدام نیروز که هست می بردران بار میکنن میرن. رحمانوف با ردی پیشنهاد روسیه در باره پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا که لاوراف در دوشنبه بار دیگر از منفعت های زیادی این اتحاد برای رشد و رونق تاجیکستان گوش زد کرد، پوتین را به شدت آشفته و خشمگین کرده است و همچنان گفتیم اکنون همه کاسه و کوزه ها بر سر مهاجران کاری تاجیک در شهرهای گوناگون روسیه شکسته می شود و پوتین هم درست و دقیق علم گاو را از گورانه گرفته استاده است. اینا پگل شالوی گل خوجا ای موجرو اینا موجرو خوی خرد رو نجا عذاب کردیستان اینا گریختم اینا ای ملیسو بجوشتا گیم اونا شبا ریدی سخ رفت بسته همه را قبیدا پریمیکون بودسته بسته اومد. اینجا بیننده عزیز و گرامی چند سوال پیش می آید که یکی از آنها این است: چرا پوتین اینقدر پافشاری دارد که تاجیکستان به اتحاد بپیوندد؟ پرسش دیگر بیننده گرامی این است که پوتین از لا علاجی یا به علاجی مسئله شامل شوی تاجیکستان به یورازیس یا اتحاد اقتصادی اوراسیا را بهانه فشار بالای رحمانوف قرار داده است یا اینجا چی مسئله های دیگر هم هستند و آن مز در مرحله یک رو روسیه وارد یک جنگ شده است که یک طرفش امریکا و اروپا است و فشار آوردن بالای رحمانوف می تواند او را کلن با آغوش طرف دیگر مثلا همین امریکا و اروپا افکند و یا این که رحمانوف کی هاست که دیگر پوتین را ترک کرده است و با وی فقط لفاظی می کند. یعنی علت اساسی رو به خرابی آوردن روابط روسیه و تاجیکستان همین یورازیس است یا چیزی دیگر؟ مید تاجیکستانه отвергает присоединение стран к ЕАЭС в ближайшее время. То есть практически в наглую отказывается от России. Так вот, как уточнил представитель внешнеполитического ведомства, интеграцию Таджикистана и ЕАЭС стороны даже не обсуждали на встрече с президентом республики Эмомали Рахмоном. С тем Рахмоном, который Путину недавно сказал, что таджиков надо уважать.
Вопрос присоединения Таджикистана к ЕАЭС, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, обсуждается с 2015 года. В ходе визита в Душанбе Лавров выразил надежду на то, что таджикистанские власти все-таки вскоре определят для себя выгоды от присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Сергей Лавров дар собатояш дар карарگاهи пайгоҳи 21 Русия дар Душанбе эълон кард ки Русия бисёр мехоҳад Таҷикистон узвияти ин иттиҳодро бипазирад. Аммо мо ва шумо хуб медонем ки аз ҳамон замони ташкилёбии ин иттиҳод Раҳмонов ба ҳар баҳонаи узвият дар онро ба замони баъд гузоштааст. Я не понимаю, когда говорят, что чиновники этой страны изучают вопрос о вступлении в Союз. Что там изучать? Либо ты вступаешь, либо нет. Таджикские представители постоянно участвуют в переговорах по этой теме. Они все знают, говорит Ростислав Ищенко, спутник Таджикистан. Он уверен, что проблема в другом. Просто ряд стран почему-то решили, будто ЕАЭС – это Советский Союз, но только экономический. Весь политический суверенитет остается у Таджикистана и других стран. Они думают, что есть некий богатый союзный центр, который начнет в их пользу пересматривать финансирование. Хотя соглашение – это большой союзный рынок, но и торгуйте на нем. У вас рынок почти на 200 миллионов, но льгот никаких специальных не будет. Вы получаете 146-миллионный рынок России, доступ к большим кредитным структурам РФ. Работайте на этом рынке, на другой вас все равно не пустят. Заметил политолог. Таджикистан, хатто мисли Молдова, Узбекистан ва Куба ҳозир нашуд ки ба унвони кишвари назир дар ҳайати иттиҳоди иқтисодии Евросия ё Евразис ҳузур пайдо кунад. Акнун ки муносибати Раҳмонов дар ин масъала равшан аст, пас пофишори Русия барои шомилшавии Таҷикистон чӣ паёме дорад? Дар ҳоле ки ин ташкилот барои интеграцияи иқтисодии кишварҳо сохта шудааст ва Таҷикистон он кишваре нест ки барои Русия аз лиҳози иқтисодӣ зиёд аҳамият дошта бошад. Мусалламан Русия аз Таҷикистон ҳеҷ кӯмаки низомӣ ва иқтисодӣ мунтазир нест, чун маълум аст ки Таҷикистон ин зарфиятро надорад. Аммо ҳамчунон дар матлаби гузашта برنامه پیش از این که داشتیم ذکر نموده بودیم که روسیه به نیرو در جنگ زیدی اوکراین نیاز دارد و سخت مطمئن بود که رحمانوف از این جهت او را کمک خواهد کرد، ولی رحمانوف حالا این کار را نکرده است و بعید است که این کار را آشکارا کرده تواند، چون نه زمینه حقوقی وجود دارد و نه زمینه اجتماعی. افزون بر این فعلا رحمانوف تنها وابسته و گرفتار روسیه نیست و آمریکا و اروپا از یک طرف و خطای از سمت دیگر بالای تاجیکستان اهرام های فشار ساختند و می توانند از آنها در هر لحظه استفاده کنند. در هر صورت این جرأت و این جسارتی که حالا رحمانوف در مقابل روسیه پیدا کرده است از همین سیاست درهای باز است که در کنار روسیه چنین غول های سیاسی و اقتصادی را وارد سیاست تاجیکستان کرده است. И вот этот Рахмон или Рахмонов, каким он был раньше, практически превративший страну поставщика наркоты в Россию, в котором практически задавлены все какие-либо народные волеизъявления. Вот сейчас, когда у него возникла угроза подрыва его изнутри, с угрозой, скажем так, частичных военных вооруженных проникновений банд снаружи, вот теперь нам придется его защищать. Ну и нахрена он нам нужен, вот такой? А там 201-я база стоит. Вот в чем клубочек оказался. То есть сейчас 201-я дивизия является заложником вот этого авторитарного, совершенно антинародного, продажного, коррумпированного режима. اما بیننده عزیز و گرامی باز هم مسئله ای که پوتین بالایش تاکید کرده ایستاده است ورود تاجیکستان به یورازیس است. بدیهی است که یورازیس تشکیلاتی است که در آن روسیه ارجحیت دارد، یا شاید پوتین بیمی آن دارد که رحمانوف مرزها گذرگاه های گمرکی کشورش را به اختیار کشورهای قرار میدهد که رقیب سرسخت روسیه اند و امکان دارد سلاح و مهمات جنگی هم از این گذرگاه ها صادرات و واردات کرده شود. اما در این وسط اوضاع برای مهاجران کاری در روسیه روز تا روز بدتر می شود. برمی آید که لاوروف از دوشنبه بدون کدام دستاورد و با دستان خالی برگشته است. معلوم است که رحمانوف موقعش را عوض نکرده است. لاوروف از منفعتی ورود تاجیکستان به یورازیس می گوید، اما وزارت خارجه تاجیکستان اعلان کرد که در ملاقات با رحمانوف این مسئله اصلا مطرح نشده است. می تاجیکستانه
отвергает присоединение стран к ЕАЭС в ближайшее время. То есть практически в наглую отказывается от России. یعنی چی؟ حتی بعد ختم دیدار ملاقات رحمانوف و لوراف برای لوراف مجال صحبت با خبرنگاران داده نشد. حالتی که به سابقه است، چون که همیشه لوراف وقت صحبت کند یا میکرد با رحمانوف و پرزیدنت های کشورها حتما پس از آن یک کنفرانس خبری تشکیل میکرد. اما هنگامی که ما این مطلب را آماده نمودیم، وزارت خارجه روسیه یا اینکه یکی از افراد در دوما با وزارت خارجه تاجیکستان گفته بود که ما با وزارت خارجه تاجیکستان توف کردیم. یعنی این واقعا هم یک چیزی خیلی جالبه بود که آنچی ما در این مطلب گفتیم شهادتی والای میدهد. نقطه دیگر بیننده گرامی این است که لاوراف از تهدیدهای آمریکا و غرب منطقه و دوستی تاریخی روسیه و تاجیکستان صحبت کرده، مصلحت داد که گولی انگلوساکسون ها را نخورند، چون آنها هدفشان آرام کردن آسیای مرکزی و از جمله توسط داعش و طالبان است و برنامه های تحکیم اقتدار نیروهای امنیتی که آنها در حال تطبیق اند باور نکنید گفت. Снова отношения с Западом, которые начинают снова возвращаться в Центральную Азию после позорного бегства из Афганистана. Поэтому я думаю, что русским в этих регионах, тем более их военному присутствию, наступает, если не конец, то, во всяком случае, их будут теснить, заменять, будут от них дистанцироваться, как это делает только Казахстан, открыто. Уходя из-под российского влияния, проводя даже политические чистки в составе руководства, являясь от российского ГУ. اما برعکس رحمانوف از پرزیدنت شورای اتحاد اروپا در چالپانات قرقیزستان خواست در مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم با وای کمک کنند. این به آن معناست که روسیه حالا برای رحمانوف اهمیتش را از دست داده است و رحمانوف از پوتین سری ترس ندارد. از اینجاست که پوتین سخت عصبی و ناراحت است. اگر سفر لاوراف به دوشنبه با نتیجه بود و دستاورد می داشت، آزار و اذیت مهاجران قطع می گردید، دپورت کردن نمی شدن. یعنی باز هم می شود نتیجه گرفت که گپ ها نپخته است. مهاجرا روی چی خیلی برده سیم خب خب مهاجرا را گوره چی خیلی بردن خب که ما سیم که دارم نیاکنی مهاجرا چی خیلی می برن هر روز هر وقت دکمین دوره نداره چی خیلی می کنی نیاکنی هم باشون افتوبوسی سودگی از افتوبوس تا یک تا با یک تا پرویرکا کدس برشو می کنی نیاکنی همه دستو پسی کردن روز نداریم و نه یورا خربه روز نداریم ایدس یورا یکی اپنی نیم ساعت هم فرو میقبا چی خیلی در کوریم خطی چی میکنم افتوبوس همون داری بور نکدی سرزا دوتا افتوبوس همون یکی ها چی قفو استود دیگری شو زمین ها چی میکنم دیدی؟ وش پرش دیگه از هر جا تو میخوام با میرم یک افتوبس دی افتوبس بزرگ دی بس به می یکون صاحب می دوشیم اگر مرا چی میکنن بس خب بید چکم ناتی بچه اگر ناتی مرا کی مسیم کدرم بزرگ نیاخ کن خب نیاخ دستر دا تک دیول میمونم پرویرکت در سویچ کنوش سیت افتوبوس یا کرم گرم شتا قطی دوبین که قطی چخل دکم شپا کلا بار میکنم یا گم کسا نمی پسن یا گم پشاده نیست طوره به نظر میرسد رحمانوف روسها را دیگر با عنوان برادر کلانی و شریک استراتژی قبول ندارند و ضعف و عجزی آنها را درک کرده است. زیر توصیف های سی جین پین مانده است که می گفت شما در سرگاه تأسیس یابی شاس قرار داشته اید. از معماران آن بودید. شما سیاستمدار بسیار هم با تجربه اید و پشتش هم مثل که بسیار هم سخت بچین گرم است رحمانوف را. خلاصه رحمانوف می خواهد با دنیا چی غرب و چی شرق مثلا به همین چین نشان دهد که وای زیر سلطه و تحت کنترل پوتین نیست و انتقال عمل و تصمیم هم دارد رحمانوف.
این هم بیننده گرامی، در حالی که در حقیقت روسیه دارد تمام موقعهایش را در اقصی نقاط جهان از دست داده ایستاده است. و اگر این سر و صداها که تبادلاتگران قرقیز در اصل آدمان روسیه بودند و با هدایت و راهنمایی آنها میخواستند صادر جباروف را سرنگون و یک حکومت کاملا پرروسیسکی بیارند صحت داشته باشد، دیکتاتورهای امثال رحمانوف یقینا از او فاصله خواهند گرفت، چون دیگر در سیمای پوتین نمیتوانند پشتیبان و تکیگاه خود را بینند. Господин Уступов, а вот на днях президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о его желании, о желании его страны укрепить отношения с Европейским Союзом. Можно ли связать попытку госпереворота с этим заявлением? Ну, я думаю, здесь, во-первых, обстоит геополитическая обстановка вообще во всем мире. Она обусловлена тем, что старые связи все рушатся и образовываются новые связи. И эти новые связи нужно укреплять. بله بیننده گرامی، دقیقا این حالت ها در همون روزی که لاوراف در دوشنبه و وزیر داخله روسیه در خوجند قرار داشت صورت گرفته بود. مهاجران کاری که امنیت اجتماعی و اقتصادی مملکت را تأمین میکنند، یعنی امنیت و ثبات و آرامش در تاجیکستان به آنها و طبعا که به روسیه وابسته و مربوط میشود، با عنوان وسیله و اهرام فشار در دست پوتین باقی است و این وسیله از ابزار سهل و ساده نیست. حتی دپارت و برون راندنی 10-20 درصدی آنها می تواند تاجیکستان و آرامش آن را از بین ببرد. شیرینار یک نارودنی پرسوشنی اما صدر مادیان کپیلیستان خشتوار کپیلیستان احتیاط کننکی ریت سخ رفت است. ولی بیننده گرامی، سوال دیگر این است که چرا رحمانوف به یورازیس شامل نمی شود؟ مگر عضویت در این تشکیلات کدام تهدید به منافع رحمانوف آیله و حکومت وی دارد؟ بله تهدید دارد و این تهدید مستقیما به آیله رحمانوف است. و حالا مهاجران کاری تاجیک افغانی منافع آیله رحمانوف شدند. علت اساسی نپذیرفتن عضویت این است که دست رحمانوف و دزدی های وی، یعنی جنایت های بسیار هم سخت و سنگین اقتصادی و مالیوی وی رو می زند. کشورهای دیگر عضو اتحاد صاحب معلومات گمرکی تاجیکستان می شوند. آمار و محاسبات صادرات و واردات گمرکی تاجیکستان شفاف نیست. صدها میلیون دلار مال و محصولاتی که وارد و صادر می شود تنها به خود رحمانوف معلوم است و بس. تمام دزدی و قاچاق مال و محصولات هم توسط خود رحمانوف و آیله وی انجام داده می شود. رحمانوف از همین جهت می ترسد که به این تشکیلات اعضا شود. برای اثبات این گفته امان تفاوت آمار اعلام کرده تاجیکستان با چین را به یاد آورید. بیننده گرامی، برایتان همان کفایت کننده است، در حالی که ما تنها با چین نقطه گمرکی نداریم. В Кыргызстане военнослужащие погранвойск задержали автомобиль с таджикскими номерами, нагруженный мандаринами. При досмотре автомашины пограничники обнаружили 4 тонны мандаринов без разрешительных документов. Примерная стоимость контрабандного груза составила около 300 тысяч сомов, 3,6 тысяч долларов. В Баткенской области пресечена незаконная деятельность по контрабандному экспорту аммиачной селитры «Карбамид» в Таджикистан. Как сообщает ГКНБ, на объездной автотрассе Маргун-Джаныбак-Арка при попытке контрабандной переправки на территорию Таджикистана груза в виде аммиачной селитры общим весом порядка 3,5 тонны задержана грузовая автомашина марки Mercedes-Benz Sprinter под управлением 36-летнего жителя Баткена. Проводятся соответствующие мероприятия. Слушайте меня. Все незаконные действия контрабанды до этого момента как бы лояльно относились. Так, лояльно относились, и незаконные действия происходило. Теперь этих незаконных действий не будут. Не будут. Вот сейчас, например, Таджикистан не проходит ни литра дистоплива ГСМ. Так, от Таджикистана сейчас к нам тоже не будет проходить ни их продукции, ни другие, ни третьи продукции. Так, все теперь законно будет. А после того, как мы решим пограничные вопросы с Таджикистаном, ну тогда уже, конечно, ослабление будет, тогда уже начнем работать. بله، اما زمین گذرگاه گمرکی با چین که خرگاه وی جای اساسی درآمد رحمانوف است، بعدی به عضویت یورازیس درآمدن تاجیکستان از دست رحمانوف می رود.
سخن اینجا بیننده گرامی از درآمد به بودجه کشور و بیت المال دولت نمی رود. سخن اینجا از آن می رود که این همه درآمد و صادرات و واردات 99 مورد قاچاق به رحمانوف و دخترها و دامادها و بچه ها و دیگر اولاد رحمانوف تعلق دارد. برای مثال هزارها تن الومینی و ناقل های ساخته از الومینی همه سال بدون ضبط در هیچ گمرکی و به چین فروخته می شود. وقت رحمانوف به اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا یورازیس وارد شد، این کار را دیگر کرده نمی تواند، چون نهادی ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا این همه را ضبط و قید می کند و یکی از کشورهای اعضا سر خود کار کرده نمی تواند وقت شامل شود. بله، بیش از این همه ساله با قرارهای متعدد و گوناگون رحمانوف و تصویب پارلمان کشور شاید ما میلیارد ها شرکت های اعضای آیله مثل امیری، فراز، اویستا گروپ، ای ار ایس و ده ها و صد های دیگر از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات معاف کرده می شوند. یعنی رحمانوف و آنها از این حساب، یعنی با سوی استفاده از مقام دولتیش منصبش امتیاز می دهد و آنها آسان و راحت محصولات در آورده تجارت می کنند و یا به عین همین منوال می برارند. یعنی رحمانوف نمی تواند از قدرت دولت بر منفعت فقط و فقط آیله‌اش بهره کشی نماید. هر آینه این مسئله برای رحمانوف و آیله و رژیم وی حیاتی است. عضویت رحمانوف و تاجیکستان در حقیقت استقلال مالیوی و اقتصادی رحمانوف و آیله وی را از بین میبرد. تمام مسیر و راه‌های رسمی و غیر رسمی تجارت و قاچاق و دزدی‌های رحمانوف و آیله وی مسدود می‌شود. دیگر برای شرکت‌های خانواده و گذاری امتیازهای گمرک و انداز ممنوع می‌شود. ولی اگر هم این امتیازها را داد، باید مالیات و باج گمرکی آن را ناگزیر زیر از دیگر رحمانوف از سهم تاجیکستان طرح کند که در این وسط این شرکت ها بلای جانی دو کرته خواهد شد، چون تاجیکستان مجبور است که از تن این شرکت ها عوارض گمرکی را بپردازد. مثلا اگر وقتی وارد شود باید بودجه کشور از تن یعنی شرکت های امیری و فراز و اویستا گروپ و ای ار اس یعنی که پول دهد، چون که خوب دیگر اینها با منفعت شخصی هستند، ولی خوب دیگر از نزدیکان رحمانوف هستند. خوب ببینید که ترس رحمانوف از چی است. اول ماه ینور در تاجیکستان تغییرات به کدکس انداز نشر شد که به شرکت های هواپیمایی و همکاران خارجی آنها سبکی می دهد. این به آن معناست که قانون از همین وقت به اجرا درآمد. ولی در فرمان رئیس جمهور گفته شده است اجرای آن را خیلی پیشتر از ماه سپتامبر سال گذشته حساب کنند. چرا؟ از امتیازها عمدتاً شرکت های به اصطلاح خودی یا نزدیک به مقامداران دولتی بهره ور می شوند، اما مقامات جای داشتن شرکت های خودی و بیگانه را رد می کنند. همچنان بیننده گرامی می بینید شامل نشدن به یورازیس با منفعت خانواده رحمانوف است. ولی اگر تاجیکستان شامل این اتحاد بشود چی؟ شامل شدن به اتحاد هم بر منفعت مردم کشور و هم به منفعت لشکر چند میلیونی مهاجران کاری تاجیک می شود. تنها از حساب صرفه مبلغ پتنت مهاجران کاری تاجیک میلیاردها درآمد می گیرد که این را بارها گفتیم، اما فقط این نیست. تاجیک های مردی کار می توانند با کارهایی که برای مهاجرها ممنوع از دست یابند و یک چیز دیگر، محصولات نفتی از روسیه به تاجیکستان ارزان تر وارد می شود و هیچ نیازی برای از قرقیزستان دزدی و قاچاقی در آوردن باقی نمی ماند و همین طور دیگر مال و کالای تولیدی روسیه. اما اینجا باز ضرر شرکتی فراز و شرکت های آیله است که نمی خواهد تاجیکستان چنین کار شود. اما یک منبع آگاه گفت که رابطه ها از چند وقت به این طرف خراب شده است و حتی رحمانوف با گذشت نظامی بخشیده منوهمی می رفتنی نبوده است و شوکت میرزیایف واسطه شده است که خوب یک می رویم و می آییم چیزی نمی شود. صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان از رهبران صادق و رو به روسیه آسیای مرکزی است. اما اوضاع طور تغییر کرده است بیننده گرامی که روسیه در صدد برکناری وی برآمده و در جایش افراد کاملا صادق تر را آوردنی بود که چنان شاهد شدیم این کودتا یا که چپه فرجام مصیبت باری هم داشت. رحمانوف با وجود این همه نمیتواند ناز پوتین را نبردارد، اگرچه گمان میکند و همین طور هم هست که حالا کدام نیرو و شخصیتی که کرسی او را بخواهد در داخل کشور باقی نمانده است.
ولی تغییرات و تحولات ها گاه طور پیش می آیند که فکرش را کسی نمی کرد. مشکلات پیش آمده میان روسیه و تاجیکستان با خود رحمانوف تعلق دارد بیننده گرامی، ولی با این همه اگر رحمانوف اتحاد اقتصادی اوراسیا را پذیرفت و امروز و فردا شامل شود، پس مطمئن باشد که مسئله برمیگردد به بقای رحمانوف در قدرت. رحمانوف از قدرت رفتن نمیتواند. این حرفی ساده نیست. رحمانوف آنقدر وابسته و گرفتار شده است که باید در سر قدرت بمیرد. این اکسیومی است که رحمانوف بر وقت برای خودش یقین کرده است. روس ها می دانند که رحمانوف انتخاب نشده است، پایگاه اجتماعی ندارد. این را نه یک بار و دو بار بر روخش کشیدند که ما تو را آورده ایم، و رحمانوف هم همیشه این مسئله را حضور و بقای شخصی خودش در قدرت را به اسباب تارگ با روس ها بدل کرده است. به احتمال زیاد بیننده گرامی، رحمانوف این بار مسئله پیوستن تاجیکستان با یوراسیا را با رضایت روسیه برای آوردن رستم به جای خودش حل کند. معاملش همین آوردن رستم باشد، یعنی با این وسیله حکومت را حفظ خواهد کرد. وقتی رستم را آورد، خودش هم همچنین اساسگذار در قدرت باقی میماند. امامالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان готовит транзит власти своей стране к своему сыну. Поэтому он заинтересован в обеспечении стабильности государства, которое передает наследство. Делать ставку исключительно на Россию, как такие, которые обеспечат его режиму стабильность, он не может, он это понимает, что Россия ослабла в регионе. Поэтому сейчас пытается найти партнеров в Иране. وقتی عنوان برنامه را گذاشتیم، بیننده گرامی، همین بود. رحمانوف حتما پیام خود را با پوتین توسط لاوراف رسانیده است که اگر خواهید شما من با یوراسیا سپرده شوم، باید شما راضی شوید که رستم پسر من پرزیدنت شود، در آن صورت من وارد یوراسیا می شوم. و اینجا هم یک خالی سیاسی برای پسرش کار میکند، تو اینکه ببینید که رستم جان این کار را کرد و خوب دیگر پرزیدنتی خوبی هست که کشور را میتواند از بحرانها نجات دهد. اما این کازیری رحمانوف است و حالا رد و بدل ها صورت گرفته ایستادند. خوب، آنچه که در آخر میانی دومه روسیه و وزارت خارجه روسیه با تاجیکستان گذشت، خوب این باز برمیگردد به وضعیت های وخیم تره. در هر صورت بیننده گرامی، سرگئی لاوراف از رحمانوف جواب قانع کننده نگرفت و برگشت و رفت. اگر جواب مثبت میگرفت، حالا در تمام دنیا جار میزدند. اما حالا تمام دنیا شاهد آن شده ایستاده است که روسیه مهاجران کاری تاجیک را از خاکش بیرون کرده ایستاده است. آنها را برای بیرون کردن رحمانوف از قدرت دپارت کرده ایستاده است. یعنی وقت نشان خواهد داد. بله بینندگان گرامی، چنانه در برنامه نامهانیز گفته بودم، در مورد مهاجران خوب میشود اگر مهاجران کاری در این وضعیتی که در روسیه قرار دارند، در این حالتهای خاری و زاری به وطن برگشته روند و پس از خوب شدن مناسبت اگر برگردند، برایشان بهتر بود. و واقعا هم آنچه در روسیه میگذرد خیلی حالتهای خوفناک و حالتهای وخیمی هست که باور کنید هر روز برای ما ده ها نوار از بازداشت و از وضعیت های وخیم مهاجران در روسیه، از مسکو و از دیگر ولایت های روسیه با ما میرسد. خوب خدا کند که این وضعیتی ملت و مردم و مهاجران کاری در روسیه به حالت خوب خود برگردد. شهرت بیا، من همین فن نکن، همین نکن، من بلیت گیریم برویم شست ایجا. در دلم زد کوچه کوچه گشتنم، در دلم زد در دیگر شهر گشتنم، خانه می روم نزد مادرم می روم، خانه می روم نزد مادرم می روم، در دلم زد در غریبی گشتنم، در دلم زد کوچه کوچه گشتنم، در دلم زد در دیگر شهر گشتنم، خانه می روم نزد مادرم می روم، خانه می روم نزد مادرم می روم.
گذشت و سال گذشت، عمری من در این غریبی ها گذشت. من ندانم چی سختی در دلی من، این شبی من شب نمیسنی روز گذشت. در دلم زد در غریبی گشتنم، در دلم زد کوچه کوچه گشتنم، در دلم زد در دیگر شهر گشتنم. خانه می روم نزد مادرم می روم، خانه می روم نزد مادرم می روم. ارزد با یک کنجی خانه ای من، این همه زباگی دیگر شخ ها نمی ارزد با یک کلچه مادری من. خود به خود خوریم آید هر زمان، زنده باشد زنده باشد مادران. خانه می روم این سحر خیزم زخان، خاختم تا گشته من پرشتان. در دلم زد در غریبی گشتنم، در دلم زد کوچه کوچه گشتنم، در دلم زد در دیگر شهر گشتنم. خانه می روم نزد مادرم می روم، خانه می روم نزد مادرم می روم، خانه می روم نزد مادرم می روم، خانه می روم نزد مادرم می روم. اینجا آوردن مدت 35 40 روز 22 روز محکم شدگیم سبب رگیستراسیا. اینجا یگان آدم کشم نیست، یگان چی هم نیست. ای حکومت جمهوری تاجیکستان خواهش میکنیم، خواهش میکنیم که همین بداد ما برسه، التماس بداد ما برسه. یک برادر دیگه همچون پدر ایده اینجا 55 60 ساله شدگی هیچ که بداد مو نمیرسه، خورد خوراک مو بزه. به یک برادر دیگه همجا کسل شدگیه، ششوش کسل شدگیه. این هم میگیره میبریمش توالیت با دسته میگیره میاریمش دروش. یک حسابی خود مو خریدگیم هیچ که بداد نمیرسه. همی ویدیو را اگر حکومت جمهوری تاجیکستان تماشا کرده سا باشی، یک خصوص تاجیکستان یکان گپ خبر نیست. التیموس برسانی همین خصوص تاجیکستان هکی همین ما بچه های غریب در همیجا موندگی هم مدت 35 40 روز شید. خورد خوراک مون بزیب اینا نخواه میرا خیوخی قیدگه گبزم علام میکنه. اینا اوقات اینا حال مون خیل تیموس یک بوری دیگه حکومت جمهوری تاجیکستان که همی بداد ما برسه تمام. هیچ یگان آدم کش نیست، یگان کس نیست. ایکم تا هشتم اتاج شهروندان جمهوری تاجیکستان هم زنکای حامیلدار همی روز دیدیم قریب همی علم هم کار بگو میشوم. بله بیننده عزیز و گرامی، این بود برنامه امروز ما. در گذاشتن لایک ها و انتشار آن کوتاهی نکنید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.